بالاخره من نفهمیدم وینچو تدافعی یا تهاجمی. سلام، روزتون بخیر، به چنل ما خوش اومدید. یکی از سوالاتی که معمولا مطرح میشه این که مثلا میان به من میگن سیفو من اومدم وینچو رو ثبت نام بکنم به خاطر اینکه تدافعیه، منم تو دعوا میخوام به من حمله کنن من بتونم دفاع کنم دیگه، پس اینو بیام انتخاب کنم خیلی خوبه. آیا واقعا وینچو تدافعیه، یعنی من کار میکنم که تو دعوا فقط دفاع انجام بدم، یا بالعکسش این تهاجمیه، یعنی من میرم که من زننده باشم من حمله بکنم، یا نه یه چیزی بین این هاست؟ امروز به عنوان یه وینچون کار میخوایم این رو مورد بررسی قرار بدیم که کدوم یکی از این هاست، اصلا چی هست. امروز با ما همراه باشید. خب مسلمه که وینچون به لحاظ اینکه دفاعهای خوبی داره مشهور شده بین، یعنی همه وینچون رو به دفاع پرفکت میشناسن که من میتونم این ورزش رو انجام بدم توی درگیری. حالا شاید یکی از دلایلش اینه که مثلا با آدمک کار میکنن، ضربه میزنن، دفاع انجام میدن و از این کارا میکنن، این باعث میشه که مردم تصور کنن که آقا وینچون، بله وینچون خیلی دفاعهای عالی داره. حالا جدا از اینکه ما یه سری از حملاتمون به عنوان دفاع مطرح میشه، یعنی من مش میزنم، ضربه رو میزنم و دفاع رو انجام میدم، ضمن اینکه ما توی وینچون بیشتر متوسل میشیم به استراتژی، نه اینکه یک فن کار کنیم. یعنی این استراتژیه که من کار میکنم و باعث میشه توی درگیری برتری پیدا کنم نسبت به حریف. خب خیلی از ورزش‌های دیگه هم حالا اسمشون رو مطرح نمیکنیم، پسندیدن اومدن یکی از دفاعهای وینچون رو برداشتن، حالا با هر نامی دارن استفاده میکنن. حتی شخصیت‌های بزرگ و مطرح رشته رو من دیدم که مثلا تانسا و پاکسا رو برداشتن اووردن استفاده میکنن. حالا ما تانو اینطوری میگیریم، اون این شکلی میگیره، ولی این باعث نمیشه که من فکر کنم که وینچون فقط تدافعیه. یه چند تا مثال الان در پی این صحبت هامون با همدیگه مرور میکنیم تا شما متوجه بشید که وینچون فقط تدافعی نیست. حالا شاید یکی از تصورات غلط که باعث شده این تصور غلط به وجود بیاد اینه که خب یه آدمک چوبیه وایساده و من فقط دارم ضربه میزنم و دفاع میکنم، اون آدمکی که به من حمله نمیکنه. به خاطر همین تصور به وجود میاد که خب نه، وینچون فقط این که تو وایسی اینجا بهت حمله کنن، خب یه دونه دفاع، بعدی حمله بشه دومی دفاع. بریم تکنیک ها رو ببینیم، بریم با هم دیگه یه چند تا تکنیک رو ببینیم. بچه‌ها یه ذره دقت کنید روی این موضوع، مسئله مهمی رو دارم مطرح میکنم. یه تصور غلطی که خیلی ها دارن و خیلی از وینچون کارها دارن این که مثلا شما یه راست بزن، ببین من برای راست ایشون میتونم پاکساو انجام بدم، میتونم تانساو انجام بدم، میتونم اسماش مهم نیست، میتونم های تانسا ها انجام بدم و غیره. حالا من تصورم برای اینه که 3 تا فن برای این مش یاد گرفتم، 6 تا فن برای این مش یاد گرفتم، یه هوکم مثلا بزن، 5 تا هم برای این یاد گرفتم، چی جوری استفاده میکنم؟ خب شما بزن، یه دونه این شکلی رد میکنم، یه دونه این شکلی رد میکنم، یه دونه هم دفاع، خب من بردم دیگه، من تونستم کاور کنم مشتای حریفو. در صورتی که تو واقعیت این شکلی نیست، یعنی من تو واقعیت نمیتونم که حدس بزنم که الان داره میزنه میترسونه، اون یکی رو میخواد بزنه، جابجا میخواد بشه و من به واسطه دو تا عامله که میتونم حدس بزنم و تشخیص بدم. یکی بحث استراتژی ها توی فاصله است، گارد بگیر، یکی هم بحث لمس های منه، حسای منه که من از اینجا میتونم این کارو انجام بدم. یعنی به واسطه اینها من قدرت تمیزم، قدرت تشخیصم میره بالا که چه میزند و من چه جور بتونم دفاع کنم. چون من تو درگیری اصلا نمیتونم به چشمم اطمینان کنم، اصلا نمیتونم به ذهنم اطمینان کنم، اینقدر فشار روانی رو من هست که من اصلا به فکر این نیستم. تو الان میخوای چاقو بکشی، تو میخوای مشت بزنی، تو میخوای هول بدی، یا اصلا میخوای بگی آقا من با شما کاری ندارم، اینا رو من نمیتونم تو اون شرایط تشخیص بدم. خیلی ویدیو دیدی طرف داره صحبت میکنه یهو چاقو در میاره و ضرب، چون اصلا پیش بینی نشده بوده. باید اون استراتژی ها رو رعایت بکنید و اینکه حواستون باشه. ببینید ما تو وینچون میگیم ما دفاع و ضربه هستیم، ما این دوتا رو هم، یکی از دلایلی که ما چند تا دلیل داریم میگیم وینچون سرعتش زیاده، یکی دیستنسمونه، مسافت طولانی رو طی نمیکنیم از همینجا برمیگردونیم، یکی همزمان بودنشه، یعنی دایسین بزن به من از اینجا مش میزنه من دفاع نمی کنم بعد مش بزنم، من این دوتا رو با هم انجام میدم. یعنی به واسطه تمریناتی که انجام میدم، چیزی که یاد گرفتم اینی که ببین من گاردم اینه، من مشت و دفاع هم همزمانه، اینطوری نیستش. به خاطر همینه که ما میایم میبریم زیر سوال، میگیم لاتساو که
کار میکنیم چرا یه دفاع یه مش یه دفاع یه مش یه... این به من میفهمونه که من برم استپ بای استپ بشم، یعنی یه دونه دفاع یه دونه مش یه دونه دفاع یه دونه، حتی بیسش هم اشکال داره، یعنی باعث میشه ذهن من خراب بشه. پس اولین مسئله، من به واسطه استراتژی هام و حواسم میتونم تشخیص بدم و اینکه همزمان دفاع رو ضربه رو انجام میدم. و حواستون باشه، اینو همیشه استاد ما میگفت شاید حریفت بهت یه مش بزنه و تو دفاع بکنی، حالا نهایتاً اون مشتو بخوری، ولی بعدش دیگه اونو باید تو با کارتک رو زمین جمع بکنی، یعنی بعدش دیگه من زنندم، حمله که میکنه من دفاع رو انجام تا 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 من دیگه وای نمیستم. که تصور غلط اینه که یه دونه من هی دفاع. خب این که دیگه من شدم دفاع کننده و ایشون شد ضربه زننده و من تا صبحم دفاع بکنم جا داره، اینا همینطوری میزنه. بچه این تکنیک رو نگاه کنید، از اینجا من ضربه میزنم، من از اینجا ضربه پا بهش میزنم، ببینید چه خوشگل، از اینجا مشتمو میزنم، از اینجا دستمو برمیگردونم دست رو حنجره و بعدش میگردونم، ببینید قفش دیگه هیچ کاری هم نمیتونه بکنه. ولی اینو من چند دقیقه پیش با دایسینگ طراحیش کردم، یعنی گفتم با دست راست ضربه بزن، من از اینجا میگیرم ضربه میزنم توی زانو، بعد دست ضربه میزنم، بعد فلان، اینم خوشگش بزنه، اینم هیچ کاری انجام نده، تو اینجا با من همراهی کن تا من بتونم فن رو اجرا کنم. آره این ویدیوش خیلی خوشگل در میاد، ولی تو واقعیت این شکلی نیست. تو واقعیت ریاکشن های حریف داره که اصلا کلا معادله رو میریزه به هم دیگه. حالا اگر اینم به شرطی که تو تشخیص درست باشه، مشت حریف رو درست بفهمی، درست دفاع کنی، ریاکشن هاش میمونه، یعنی حریف اینطوری نمیمونه برای تو که تو بتونی کار انجام بدی، کار بعدی رو انجام میده، قدم بعدی رو برمی‌داره، حرکت بعدی رو. ببینید ما یک مسئله که برامون خیلی مهمه که این مثال رو زدیم، یکی فاصله من با حریفه که من باید فاصله‌مون رو رعایت کنم، یکی نوع گام برداشتن‌های من، فوتورک‌های من که من چی جوری بتونم گام بردارم که این فاصله حفظ بشه تو اون شرایطی که من می‌خوام. ببینید اگر ایشون بوکسور باشه، وقتی این انجام میشه من دفاعم انجام داده باشم، بعدی رو میزنه وای نمیسه با من که صحبت بکنه، به آقا اینو دفاع کردی احسن، برم برای بعدی. به خاطر همین ما میگی فوتورک و فاصله مهمه به واسطه فوتورک درست، یعنی من کار پام، حرکتای پام درست باشه فاصله رو میتونم حفظ کنم، موقعی که ضربه میزنه من بتونم خودمو بچسبونم و از اینجا به بعد دیگه بهش اصلا چرا میگن وینچون بهترین دفاع شخصی تو فاصله نزدیکه، به خاطر اینکه 90% درگیری تو فاصله نزدیک، دور فوش که نمیخوایم به هم بدیم، مثلا اون اونجا وایسه آجر پرت کنه من از اینجا سنگ پرت کنم، اینطوری که نیستش، که تو فاصله نزدیکه، به خاطر اینکه من فاصله رو باید حفظ کنم، یعنی قدرت مانور حریف رو بگیرم، یعنی من دست به جنبونم یه مقدار جا به جا بشم، حریف یه مقدار بازی کنه، ببین تو فاصله یه دست بلند میکنه لگد میذاره تو صورتت، اینطوری نیستش بگی نه نمیشه، چرا میشه، خیلی ها این مهارت رو دارن. تو باید فاصلت رو، فاصله ای که برای استراتژی که کار کردی، باید ببینی چی کار کردی، چی جوری یاد گرفتی، کی بهت داره یاد میده که بتونی اونو استفاده کنی. بچا به این نکته نگاه کنید، توجه بکنید، الان دوست من به من مش میزنه، من دفاع میکنم، دفاع من رو نگاه بکنید، من از اینجا برمیارم و حرکت میکنم، این یه سبک دفاع کردنه، یه سبک هم این شکلیه، من رو نگاه کنید میزنه و من اینجا نگه میدارم و برمیدارم بعدش حمله میکنم. ببینید دو تا مسئله است، یکی این که من توی وینچون هیچ وقت دفاع، حالا اسمشو چی بذارم، استوپی ندارم، هیچ وقت من بلاک نمی کنم، برخلاف تصوری که رو آدمای کار میکنیم، ما اینطوری تپ میزنیم، این شکلی ضربه میزنیم، اینطوری نیست توی درگیری موقعی که حریف داره به من حمله میکنه من دفاع کنم. ببین ما اصلا بونگ دفاع کننده نیست، بونگ ترانسفره، بونگ موقعی که میاد میده میره، ما اصلا چیزی نداریم که بگم آقا من با بونگ دفاع کردم و این یکی از دفاعهامه، نه همچین چیزی رو نداریم ما توی وینچون. و اینطوری هم نیستش که بیام بگم آقا من دفاع کردم خب از اینجا من اینو میزنم، خب من به این میگم چامساو کاراته، کار بهش من مثلا میگه فلان، من با کاراته چه فرقی کردم؟ هر صحبت من در رابطه با اینه که ما چیزی به نام بلاک نداریم، من از موشن، از حرکت، از حواس حریف استفاده میکنم، اصلا برتری وینچون تو اینه که موقعی که میاد حس کنم و حمله کنم و نفوذ کنم، نه اینکه من بخواد حریف به من حمله کنه من اینطوری تپ دفاع کنم بعد تپ دفاع کنم بعد از اینجا دفاع کنم. دیدی توی کار، توی ویدیوهایی که مثلا برای کونگ فوها معمولا درست میکنن به این سبک که این شکلی کار میکنن، اینا فقط ویدیوهاش قشنگه، من توی واقعیت نمیتونم انجامش بدم. پس من وینچون کار
حس میکنم از حواسم لامسم تبدیل و فقط نفوذ و حمله. اگه قرار باشه که اصلا وینچون رو بذاری کنار، برو همون رشته های دیگر رو کار کن. حالا شما برای ما بنویسید که وینچون تدافعیه یا تهاجمیه، و نکته بعدی این که چیزی که ما داریم به شما آموزش میدیم از کدومه، تدافعی داریم یاد میدیم، تهاجمی داریم یاد میدیم، و کدوم کاربردی تره. تجربتون رو برای ما بنویسید، لایک و سابسکرایب یادتون نره، ما رو به دوستانتون معرفی کنید و با ما همراه باشید تا هفته بعد.